به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. این روزها سطح فشاری که جماعت برانداز و غرب گداد دارن تحمل میکنن خیلی بالاست و فشار و دردشون حتی از خود آمریکایی ها هم بیشتره. داریم میبینیم دیگه، حالا در ادامه هم چند نمونه براتون داریم. یه عده از غرب گداها، خصوصا اونایی که فکر میکردن میتونن حاکمیت ایران رو با گروگانگیری اقتصادی مردم وادار به تسلیم در مقابل آمریکا کنن، امروز به شدت عصبانین، چون دستشون نه به ایران میرسه و نه به یمن. همونایی که یه روز با تلفن زدن اجازه ندادن کشتی مواد غذایی به سمت یمن حرکت کنه و محاصره یمن رو بشکنه، امروز همین جماعت با خشم زیاد دارن با چشمای خودشون میبینن که چطور همون یمنی‌ها با کمک ایران حیثیت و آبروی آمریکا، یعنی کت خدا یا حتی خدای این افراد رو به فنا داده. اگه این افراد رو دیدید از طرف ما بهشون بگید که از دستمون عصبانی باشین و از این عصبانیت بمیرید. یه نمونه ببینیم. کاربر این عکس رو پست کرده و نوشته از خونه نرفته بیرون، قرفه میوه و سبزیجات رو بردن خونش. در تاریخ چنین چیزی سراغ دارید؟ در تاریخ دیکتاتوری سراغ دارید که برای هیچ کاری از خانه بیرون نیاید و حتی نمایشگاه رو هم ببرن خونش و فقط اختصاصی برای اون برگزار بشه؟ حالا من نمیدونم که این کاربر خواسته برانداز جماعت رو ایستگاه کنه یا نه، واقعیه. اگه واقعیه که باید به سلول‌های مغزت شک کرد و باید تو رو حتما ببرن کالبد شکافی ببینن تو کلت جای مغز چی ریختن. اگرم که خواسته سر کار بذاره که بعید میدونم. بعد 8000 نفر لایک کردن و زیرش کامنت هم دادن اصطلاحاً، و چه کامنتایی. بریم بخونین. بعدش به نظرم به یه سطح جدیدی از نفهمی این جماعت پی میبرین. یعنی هر کاری میکنم نمیتونم قبول کنم که یک انسان با این سطح از شعور در دنیا وجود داشته باشه. یعنی به جای سلولهای خاکستری تو مغزشون سلولهای قهوه‌ای ریختن. هرچی بگم نمیتونم عمق مطلب رو براتون در بیارم دوستان. حالا اصل داستان چیه؟ احتمالاً میدونین، ولی یه بار دیگه عرض کنم که رهبری روز گذشته رفتن بازدید از نمایشگاه. اینم کلیپش خدمت شما. سلام. آقا خیلی متشکرم، امروز باز توفیق داریم خدمتتون هستیم. خیلی ساده عرض کنم، همان کاری که موشک در آسمان میکنه یک مسیر نامی داره، باید طی کنه تا بخوره به یک جای خاص. این زیر زمین 4000 متر 5000 متر زیر زمین قرار اون ماموریت انجام بده. با این تفاوت بله، حفاری جهتدار برای چاهای افقی طویل. نه فرهنگ‌های قدیمی کشورمون نشانی جای پایی از کانال افقی از این حفاری افقی دارید؟ اگر منظورتون قنات هست که بله، ولی تو اون اعماق پایین جواب هست این قضیه. ما وقتی صحبت از 6000 متر میکنیم، من یه عرضی کردم مشابه موشکه، ولی واقعا قنات رو بگیرید چون قنات مخصوص خود ماست. بله در دنیا اینو کاری کنید، جوری پیش ببرید که مال ایران باشه، مخصوص ایران باشه. فقط امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، روسیه، چین و از دو ماه گذشته ایران شدن سه کشوری که دارن تلاش میکنن برسن به این. هر کدومش زودتر برسه، اصلا از نگاه حیثیتی فراموش کنیم اقتصادی و تجاری که چقدر برامون خوشاینده، از نگاه حیثیتی یک برگه ای هست. به هر حال میدونید چین هم قویه، تکنولوژی بسیار قویه، روسیه بسیار قویه. این مواردی که ایشون اشاره کردن دقیقا همون نقطه ای هست که دشمنهای تاریخی ایران و مزدورانشون رو فشاری و عصبی میکنه. البته اینا مغزشون شستشو داده شده دوستان توسط این رسانه ها. مدت بود تو من و تو لای سگا دو تا آدم هم میدیدیم. هم خودم خیلی حیوان دوستی، من همیشه سگ از بچگی سگ داشتم، همه میگفتن خانم سگه. جالب اینجا بود که شهبانو هر دو دفعه یا سه دفعه که اومدن اینجا خیلی به تریسی علاقه نشون دادن، در حدی که دفعه آخری که اینجا عکس داریم میبینیم و اومدن و تریسی رو از من گرفتن، گفتم میشه من با تریسی عکس بگیرم؟ بله، همینقدر احمق. بهتر از بحث این جماعت فعلا گذر کنیم، اگر در ادامه فرصت شد بازم بهشون خواهیم پرداخت. حالا توجهتون رو جلب میکنم به این واکنش سردار سلامی به تهدیدات توخالی غرب و مزدورانش. سردار سلامی فرمانده کل سپاه ساعتی پیش ته اظهاراتی تاکید کرد هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمیگذاریم. گاه دشمنان تهدید میکنن و این روزها هم از میان کلمات مقامات آمریکایی برخی تهدیدات را میشنویم. ما به آنها میگوییم شما ما را
آزموده اید و همدیگر را میشناسید. هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمیگذاریم. به دنبال جنگ نیستیم ولی از جنگ هم نمیهراسیم و این حقیقتی است که در جامعه ما جریان دارد. بعد از این اظهارات یه عده به تکاپو افتادن و دارن یار انتخاب میکنن. وزیر خارجه قطر دقایقی پیش به صراحت تمام اعلام کرد ایران همسایه ماست و به ارتباطات گسترده با آن ادامه میدهیم و تمام طرفهای منطقه را به آرامش تشویق میکنیم. در مقابل اما عربستان سعودی که سابقه بسیار بسیار درخشانی در تصمیمهای تخیلی داره انگار میخواد برگرده به همون وضعیت سابق خودش. بلومبرگ طی خبری مدعی شده عربستان سعودی پس از یک وقفه به دلیل جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه مذاکرات دفاعی با آمریکا را از سر گرفته. مذاکرات در مورد همون سامانه‌هایی که در مقابل پهپادهای یمنی فقط تماشاگر بودند. البته این ادعای بلومبرگ، خود عربستان فعلا در این زمینه چیزی نگفته. حالا من یه سوال دارم، واقعا چطور میشه که اینا با خودشون فکر میکنن میتونن از پس قدرت ایران و رفقاش بر بیان وقتی حتی خود آمریکایی‌ها، کسانی که به مسائل نظامی به دقت اشراف دارن، اعتراف میکنن که قدرت نظامی ایران غیر قابل کنترله؟ لازمه بگم اگه بخوایم اقدامی علیه ایران انجام دهیم باید مراقب اقداماتمان باشیم به خاطر حضور ایران در خلیج فارس و کشتی‌هایش یا واحدهایی که در سوریه دارد. آنها چندین سال در سوریه بودند. باید حواسمان باشد که نباید اقدام مستقیمی علیه ایران انجام داد. اگه بخوای که ایران تعرض کنیم اوضاع در دریای سرخ بدتر می شود و آن وقت است که متحدین ایران وارد بازی خواهند شد. بعدی است که همه در ایالات متحده عزادار هستند و خشم و میل زیادی برای انتقام وجود دارد. اما خوشبختانه بایدن برای اقداماتش در این مورد باید بسیار محتاط باشد. یادش بخیر، همین چند وقت پیش میگفتن موشک میخوایم چیکار، بده بره. یه لحظه تصور کنین اگر این قدرت نظامی و همین موشک ها وجود نداشت اون وقت چه بلایی سر ایران و ایرانی میومد. در مورد رفقای ایران هم که باید بگم دامنه و شدت حملات به تدریج افزایش پیدا کرده. حملات حزب الله رو عرض میکنم، حملاتی که تعداد زیادی از شهرک نشینان شمال فلسطین اشغالی رو مجبور کرده تا به سمت حیفا و تل آویو فرار کنند. حالا این وسط قدرت موشک‌های حزب الله موجب حیرت محافل اسرائیلی شده و رسانه‌های عبری زبان به این مسئله اذعان کردند. البته بارها گفتم این تنها گوشه‌ای از قدرت موشکی حزب الله است. در این باره روزنامه یدیوت آهارونوت نوشته که حزب الله موشک‌های سنگین به سمت شهرک‌ها و مواضع ارتش اسرائیل در تمامی مناطق منطقه الجلیل شلیک می‌کند. موشک‌هایی که به گفته این روزنامه به هنگام برخورد موجب ایجاد حفره بزرگی در زمین می‌شود. این حالا در حالیه که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم خطاب به شهردار حیفا گفته صبر ما در برابر حزب الله به پایان میرسد. گالانت هم دیشب اعلام کرده که به زودی جنگ با حزب الله شروع میشه و برای همین تعداد زیادی از سربازان ارتش این رژیم رو به مرزهای شمالی فرستادیم. یه چیزی رو دقت داشته باشین دوستان، اینا جرأت این کار رو ندارن چون عواقبش رو خوب میدونن. در مورد غزه هم که دیدین آخرش خودشون اعتراف کردن که دست خالی پس اومدیم که هیچ، تازه کلی هم به حماس و مردم فلسطین امتیاز دادن، یعنی وضعیتشون بدتر از قبله. در موردش هم صحبت خواهیم کرد. میخوام اینو بگم سیاست و استراتژی این روزهای اسرائیل و اربابش شده همین بازی‌ها و هشدارهای رسانه‌ای، ولی در عمل اگه شما چیزی دیدین به ما اطلاع بدین. حرف از عمل شد، نمیشه از یمن حرف نزنیم. ظهر امروز العاطفی وزیر دفاع دولت مردمی یمن در واکنش به حمله انصارالله به کشتی آمریکایی از آمادگی یمن برای مقابله طولانی مدت با آمریکا و انگلیس در پی اقدام این دو کشور به انجام حملات هوایی ضد مواضع نظامی یمن خبر داد. وزیر دفاع یمن میگه ما از دریای سرخ با آنها میگوییم که این ما هستیم که پایان دردناکی برای آمریکا رقم میزنیم. ما دریای سرخ و بحرالعرب را به دیواری از آتش در برابر صهیونیست ها تبدیل میکنیم و اجازه نمیدهیم این دریاها به عنوان شریان تغذیه آنها ضد ملت فلسطین به کار گرفته شود. در مقابل اما مقامات آمریکا دارن اعتراف میکنن که دیگه ابرقدرت نیستیم. البته اگر غربگداها و براندازان مثلا ایرانی اجازه بدن. ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا ظهر امروز در گفتگو با یکی از شبکه‌های آمریکایی گفته قدرت گرفتن چین و تقابل‌گرایی روسیه و از طرف ایران چالش‌های ژئوپلیتیک دلهره‌آوری در دنیایی با رقابت‌های راهبردی شدید که در آن ایالات متحده دیگر دارنده برتری بلا منازع نیست پیش روی ما قرار می‌دهند. وقوع این تحولات موجب شده کارهای سیا از بسیاری جهات دشوارتر از همیشه شوند، چرا که آنها ابزارهای
قدرتمند جدیدی در اختیار رقبای ایالات متحده قرار می‌دهند. ما در دورانی با چالش‌های تاریخی برای سیا و کل حرفه اطلاعات قرار داریم و تحولات ژئوپلیتیک و فناوری ما را در معرض بزرگترین آزمون‌هایی که تا به حال با آن مواجه بوده ایم قرار می‌دهد. حالا چی میشه که ایشون این حرفا رو میزنه؟ شما بهمون بگین. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.